تداوم مالودگی و افزایش غلظت آلاینده ها مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد‌های کودک را امروز. اون موقع خیاطی اینا میکردی نه؟ بعضی وقتا میومدم کمک بابا، الان دیگه کارم اینه. پنجشنبه‌ای داشتم درو می‌بستم که برم، یو از پشت سر صدام کرد. خب بعد چی گفت بگو؟ چی خیلی راحت گفتش که من دوست دارم ببینم تو اینا، البته اگه تو دوست داری. دیر قشنگی داره اینجا. آره، همه شهر پیداست. دوداش که خوب پیداست. بله. تهران دودی. خدای نمه میری بیرون برات خوب نیستا. ببین هی هم دارن میگن. پیاده که نمیرن. با آژانس میرم. اونجا هم همه تو خونه این دیگه. خب نذار بره بیرون تو این هوا. چیکار کنم؟ زورش زیاده قربونش برم. هما تو رو خوران اگه چیزی شده به من بگو. حمله تنفسی کرده. ریه این مهین خانم چند تا آرزه با هم داره. یعنی عملا ناقصه. درد داری؟ باید زندگیشو برداره. بره یه جایی که هوا تمیز باشه. به هر حال شما باید برین شمال. دکترم گفته شرایطو بهتون دیگه. تهرانم خدافظ برای همیشه. چون اگر تهران بمونه یعنی مرگه. مرگ متاسفانه و خیلی هم جدیه. پاشین دوتایی با هم برین شما راحت زندگی کنیم. آخه نیلوفر خب اینم میاد با شما. چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم، نه صغیرم نه دیوونم. من دو هفته میرم، شما یه هفته برید. ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم. اما الان که حرف از سهم میزنی، شما هم اندازه سهمتون مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، هما هم 10 روز. هم تو یه بند زر میزنی ها. با من درست حرف بزن. درست حرف نمیزنم، برای اینکه داری زر میزنی. حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی. حرفتو بزن. سخته به آدم بگن چیکار بکن چیکار نکن، نه؟ خب که چی؟ شما هم لطفاً این کارو برای من نکنین. هنوز انقدر بدبخت نشدم که تو یه وجبی برام تصمیم بگیری. منم همینطور. سایی تو هیچ وقت فکر میکنی از تهران بری یه جای دیگه زندگی کنی؟ شاید باورت نشه، من دلم واسه همین دود تهرانم هم تنگ میشه. پس این روزا حسابی دلت باز شده ها؟ ریام که میدونم شده.